عکس ها و نقاشی ها دیوارهای خانه عبادی را انباشتند. هر روز مدتی مقابل عکس ها می ایستد و به آنها می نگرد، گویی در این میان رمزی مبادله می شود. آقا علی اکبر فراهانی، پدر بزرگ استاد عبادی، شاگردان فراوانی داشت. او شاید نخستین کسی باشد که به گردآوری موسیقی ایرانی همت گماشت. هنوز نغمات دلفری به پدر بزرگ، عمو و پدر، بزرگترین نوازندگان قاجاری که در قصرهای نگارین شور می آفریدند در خاطره زمان زنده است. می گویند مضراب آقا غلام حسین استاد میرزا عبدالله چنان تند و ریز و متوالی و سریع بود که از دور آقا علی اکبر فراهانی در میان سالی درگذشت و فرزندش میرزا عبدالله نزد آقا غلام حسین به گنجینه موسیقی سنتی ایران دست یافت. به نوشته روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران، مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه تمام دستگاه‌ها را طبق روایت میرزا عبدالله به خط موسیقی نگاشته و این کار در حدود 7 سال به طول انجامید و اکنون یکی از بهترین منابع موسیقی ایران ردیف میرزا عبدالله می باشد. این ستار پدرم میرزا عبدالله است. این سسیم دست استاد اجل عبدالله است. اون که اندر ملک موسیقار ما شاهنشاه است. سالهایی داشته این ساز در دست پدر، شکر ایزد بازی میکردیم با برادرم اینها، وقتی صدای درویشی آمد پدر ما سرش از توی اتاق برد بیرون، صدا زد که احمد بود و درویش صداش کن بیاد. ما فوری رفتیم صداش کردیم، اون درویشم وقتی آمد اون چیزی که میخواست بخونه خوند و پدر ما اون وقت به وسیله ای نبود برای ضبط و فلانی ها، همینجور با صدای او میزان کرد و یعنی کوکش کرد و این همونی که اون میخوند روی تار آورد. من از پدرم پرسیدم که چه فایده‌ای داشت. پدرم گفت من در لحن و آواز او یکی از گوشه های فراموش شده موسیقی ایرانی رو کشف کردم. من میپرسیدم که صدای ستار چطور مال شما حال دیگه ای داره و مال آقایان دیگه یه حال دیگه ای داره. گفتم والا هیچ کدومش فرق نمیکنه، این بستگی داره به اون شخص نوازنده. بنده بیشتر اوقات اون موقع که حالش داشتم و پامم درد نمیکرد میستادم میزدم. برای چی؟ برای خاطر اینکه زیر خود کاسه ساز خالی باشه. متوجه شدم میشه زیر ساز خالی باشه و حالا پام درد میکنه نمیتونم. ببینید الان این حالا مثلا میایستم، خیلی فرق میکنه. بله. برای که زیر این روی زانوی من واقع میشه، همین این خود صدا رو میگیره. وقتی که بلند میشم میایستم زیر این ساز خالیه و صدا البته بهتر داره. شما اگر مثلا گفتن بگو جنم این درآمد رو ها. من میخوام شروع بکنم. بله. از تکسیم شروع کنم. از تکسیم شروع کنم. بله. اما با قدرت. بله. یا اینکه البته قدرت هم اینجا خبت را کم هول هول بیشه. نه نه هیچ هول نشون. حالا ببینیم. بله. در بله. یه جایی اکسی یه ارکس هم هست دادن هم نیستن کار کنم. شما میخواید تک نوازی بکنید یا بدای نوازی بکنید، از همین قسمت اینجا شروع کنید خیلی بهتر. یه سوال آخر هم خواهش میکنم نتون بپرسم که آیا روی سیم زرد هم پشت ناخون بزنم؟ به طوری که فقط خود سیم زرد که دارید کار میکنید، چون ما نمیدونم حالا اینجا من چون شروع نوت کار نکردم نمیدونم اینو بهش میگید دو میگید ره میگید وا میگید، اینا رو من نمیدونم. فقط اینجا که دارم عرض میکنم میگم اینجا رو شما یک کاری بکنید که فقط خود سیم زرد صداش در بیاد.
های عرفان در هنر این سرزمین. از قدیم بوده تصدق، از قدیم این ساز به همون حالت عرفان رو که باید داشته باشه، این اسمش میگوتم چیز ساز عرفانیه. متوجه این در واقع قومیت ماست، زبان ماست، ملیت ماست، رو این ساز متوجه ارزم میشه. اینش که این از قدیم بوده، تازگی نداره که بگیم امروز است. آیا اصولاً عرفان در موسیقی به خود ساز برمیگرده یا به اون مطالبی که اجرا میشه؟ جمعاً دیگه، اینها یه چیزایی است که میدید حالت تغییر میکنه، این حالت میده به انسان، این خودش خیلی مسئله است. حالا اگر قرار باشه که شما یه تعریفی بدید از موسیقی عرفانی، رو چه تعریفی؟ باید بیشترم اشخاصی که خودشون واقعاً تو حالت عرفان هستن این جواب رو بدن، چون من که خودم رو قابل نمیدونم. بفرمایید، حالا هر چی دلتون میخواد بفرمایید.